عافیت باشه احمق خرف، هیچ معلوم از کجایی؟ تو ساعت من اینجا کاشتی، یه برو سوار شو، احمد کارت داره. دروغ میگی، من با تو هیچ جا نمیام، خونتونم نمیام دیگه. بلبل زبون شدی؟ زهر نزم، یه برو سوار شو، من حوصله کلکل با تو رو ندارم. من دیرم شده، جلو هم بیایی میزم جایت که دیگه بلند نشی. چه پوری؟ چه کارش داری پسر عبدالرضا بهادری؟ شما؟ بابات خبر داره تو با اهل این خانواده وای میسی به یکی به دو؟ من نمیخوام با یکی بده کنم، اون سرمو گرفته. آهای پیری، هر کی هستی به نفعت دخالت نکنی. برو کنار تا سرتو خورد نکردم. خود دانی احمق، هیچ کی فکر نمیکرد تو راست راستی به حرف بهمن پاشی بیای تولد خواهر من. برو خونه. آهای راهی، من اگه جای تو بودم فردا یه سر به عمه میزدم. البته اگه میخوای بدونی اون توده یه و زنش راست راستی مامان باباتن یا نه. این چرت و پرتا چیه به بچه مردم میگی؟ برای چی با اینا میگردی که هرچی دلشون میخواد بهت بگن؟ وای نستم، یه ناسزایی لایق خودش گفت و رفت. برو خونه، حالا مابود نگرانت میشه. برو. شما قرار بود کی خونه باشین؟ میدونی الان ساعت چنده؟ برو تو. آله بویه حاضر، اختری حاضر، احمدی حاضر، اردکانی نیستش آقا، نیومده. کسی از اون خبر نداره؟ ها؟ آقای عزیزه گمون کنی مریض شده. گمون کنی؟ چه دردشه؟ دیشب که اومده بود دم خونه ما ای عدسه میگه. آقا جوزه، آقا تو حالا کجا داشتی داشتن؟ آقا با بابام رفته بودم. بیا برو بشین، اون دستمالت هم از جلو دهنت ور ندار. آقا جوزه وای به حالت، اگه نگیدم اخونتون چی کار میگه؟ دقت بیشتری کن پسر جم. بخشید داشتم دستم خط انداخت. خوبه؟ بتونه مامانم مهمونیه ایم اونجوری که فکر میکنی نیست، مثلا تولد ماه، ولی بزرگ رو بزنه به رقص میکنه. نمیخوای با من حرف بزنی؟ باش، فقط به من بگو که من به مامان بزرگم چی بگم. اون به هم گفت که بهت بگم جمعه بیای، در ازدارش واسه خودت هم کمتره. من دیگه هیچ وقت نمیام. واسه چی؟ من که بهت گفتم مامانم اصلا نمیدونست تو دعوت داری. مامان بزرگم هم شپرکا کلی دعوا کرد که واسه چی گذاشت که تو بری. خبرشی گرفتم تو وسایلی که مامان بزرگ سفارش داده هر خالد واسه شپرک بیارن یه هدیه هم واسه تو بیار. بکنم که کفش و پالتو باشه، اگه نه یه مال خودم میشه ها. مثل اون شرخ و فلکه؟
خب من یاد تولد خودم بودم، یادم نبود که تولدشو برای کبو سرد میشه چرخ و فلک نمیاد. آی بهادری، فقط اون اجازه داره تو کلاس بمونه. خیلی خوب تو هم. من چیکار کنم؟ بگم نمیای؟ به یه شرط. چی؟ بهادری، میای یا اسمتو بدم دفتر؟ خیلی خوب بابا. چی؟ به هم بگو اون آشناتون که قیافه من عمه رو یاد اون میندازه کیه؟ همونی که عمو محمودت میگفت. اگه بهت بگم قول میدی که به من بزرگم نگی؟ اگه راستشو بگی. بهادری، دوست داری ازش سرما بخوری؟ یادت باشه به هم قول دادی. یا تراب باشی تو این سرما رفتی تو آب؟ آقا اون بالا دارن آب لوله میکشن، بگیم برای شما هم بکشن. تازه 20-30 ساله که تو لندن و نیویورک قطار رو زیر زمینی کشیدن، ما که واسه این چیزا حالا عجله نداریم. نهارو بمون پیشمون، آبگوش داریم تراب. میمونم. بمون. بیا خدافظ جواد. یه جمعه هم ول کن برو دنبال جلسه ملست، واسه اینم با خودت ببر، داره شال و کلا میکنه با این حالش بره بازی. من حالم خوبه ها، خسته شدم هی کلاس هی مدرسه هی درس هی خونه. پر نگردم ببینم با سرما خوردی بگی آخ سرما آخ سینما. خودتو بپوشم. اصلا منو باش که خودم بده میکنم. اومدم عمه ما ببینم، فرستاده دنبالم. درو با نظری آموزگ بعد بیا با هم بازی کنی. کجا رفتی پس؟ اجام دیگه. بگی. بنداز. لنا. خانم بزرگ الان مهمون داره، برو بشین اونجا تا صدات کنه. لنا هنجی دیدی؟ معلوم هست تو کجایی؟ برو به سلمان بگو ماشین ما رو روبراه کنه، مهمونای خانم رو برداره ببره. لیموناد ساعت 11 خانمم یادت نره. تیکه دیدی؟ برو شاپرک اشاره میکنم داره بلوف میاد، باز داری ورق میکشی. آخه فکر میکردم دهل و خوشگله دست اونه. راستی فهمیدی لبه گوری کجا ماچه فرشیش مان کرده؟ کجا؟ خیابون نادری، فقط اونجاست که با روغن سرخ شده بدون پیچ و آچار فرشیش مان میزنه. تو پسر محمود رضایی؟ ایوا چی میگی تو؟ سوسن به خاطر چشم هم چشمی با این جادش هی میزنی که پسر بذار. اون وقت تو بیا بریم، نوفش داد میزنه که پسر کوکب سراش بزه. بفرمایی لنا. به سلمان بگو اینقدر روزای جمعه ما رو جلوی در منزلمون معطل نکنه.
ای پسر پاشا دنبالم بیا. این دفعه لباس ورزیتو نپوشیدی. اگه بازم نمیچه اون پالتوی خزت هم درور. ازت متنفرم. قیافه شبیه بوز میمونه. بر چی فوش میدی؟ خوب میکنم. به خاطر توی کچل مامان بزرگ به من اخم و تخم کرد. همینجا واسا. مام بزرگ این پسر اومده. رهی. بالاخره اومد؟ بگو بیا تو. بیا تو. آفتاب از کدوم طرف در اومد؟ سلام. سلام به روی ماهت. نمیخوای عمه رو ببوسی؟ نه بهمن گفته بود سرما خوردی. حالا حالت چطوره؟ بهترم. بشین خیلی با هم صحبت داریم. شاپرک اینا رو بی ازش بگیر. ببینم من که دیگه تا زور با کسی قرار ندارم. دارم. به ساعت دهانیم قرار آقای پرتوی بود. خیلی خوب شاپرک، وقت رو تلف نکن. برو به لنا بگو یه چیزی برامون بیاره، این میز هم مرتب کنه. خودت هم نقاشی رو که رهی ازت کشیده بیار، کارش دارم. من اونو پارش کردم. برای چی؟ اون اصلا شبیه من نبود. مخصوصاً قیافم ازش کشیده بود. من واقعا معنی این رفتارشو با تو نمیفهمم. اون اصلا از این عادتها نداره. نمیدونم، شایدم از روی لجبازی داره سعی میکنه علاقش رو به تو پنهون کنه. تو اینطور فکر نمیکنی؟ ولی من فکرشو کردم. باید با هم دست به یکی کنیم، حسابی از رو ببریمش. من یکی از عکساشو میدم بهت، تو هم سعی کن یه نقاشی خوب از روش بکشی. اینجوری حسابی غافلگیر میشه. البته نقاشی رو بهش نشون نمیدیم تا موقعی که پیش هر دومون اقرار کنه که رفتارش با تو زشت بوده و قول بده که با تو خوب خوب بشه. بیا بگیرش تا برنگشته. خوبه؟ خوب نیست؟ چرا؟ ولی امیر گفته به شما میخوای منو ببینین که یه چیزی بهم بگین. امیر؟ آها خیلی خوب میگم برات. حالا برو در اون صندوقچه رو باز کن. همون رویه. معطل نکن، بازش کن. چقدر فسفس میکنی؟ بازش کن ببین خوشت میاد. اینم از وسایل کار تو. دوست داری؟ من نمیتونم اینا رو با خودم ببرم خونمون. برای چی؟ آها بابات، آخه تقصیر عمه چیه که تو رو دوست داره بیشتر از این ببینه و ده برابر این بهت هدیه بده؟ مردشوی این کمونیست مومونیست های عقده ای رو ببرن که وصله های تن آدم رو از آدم جدا میکنن. حتما میدونی منم یه پسر داشتم که اون خدا نشناسای داس و چککشی از را به درش کردن. بله آقا حمیدرضا دیگه. پسر بی صفت عمه عاشق یه دختر توده ای شده بود. لابد بابا دینو بهت گفته. ها بیا بشین
بشین میخوام برات از پسر دومم بگم. اون وقتا بیشتر از 17-18 سال نداشت. یه روز اومد پیش من و باباش، گفت که با یه دختر از خانواده پایین آشنا شده و تصمیم گرفته باهاش ازدواج کنه. البته ما مخالفتی نداشتیم. سوسن، همین زن محمود رضا، چندان از خانواده اصل و نسبداری نیست. باباش تو بازار نمیدونم حجره چرم فروشی یا یه هم چیزی داره. منتها حمید رضا میخواست ما ندیده و نشناخته با ازدواجش موافقت کنیم، که بهادری هم زیر بار نرفت. اونم بر این که به ترسونتش تهدیدش کرد از ارث محرومش میکنه. اینطور شد که ما نفهمیدیم این دختر کیه یا حداقل اسمش چیه. درست از فردای همون روز من پسرم رو ندیدم تا الان که دارم با تو صحبت میکنم. پس این لنای قربتی کجاست؟ میخوام برم سرش کنم؟ نه نه، ما توی هر شهرستون که ملک و باقی و دوست و آشنایی داشتیم سپردیم و دنبالش گشتیم، ولی اون آب شده بود رفته بود توی زمین. اون گذشت تا 2-3 سال پیش که بهادری فوت کرد. همون موقع بود که به هم خبر دادن حمید رضا و زنش توی قضیه شلوغی های آذربایجان کشته شدن. تازه اونجا بود که فهمیدم دختری که با پسرم ازدواج کرده از چه قماشی بوده. البته به من یه خبر دیگه هم دادن، این که از اونا یه پسر 4-5 ساله باقی مونده که کسی اونو پنهونی به تهران آورده. پسری که الان به حساب من سن و سال سجلدیش باید مثل تو یا یکم بزرگتر از تو باشه. رهی، تو تا حالا به من گفته بودی شناسنامت رو ندیدی. ببینم، تا حالا عکسی از زمان نوزادی دیدی که مثلا بغل مامانت باشی؟ منظورم زمان قنداقیته. نمیدونم. حقیقتش اینه من هم درست نمیدونم. بعدم از طرفی گمان نمی کنم جواتش 9 سال پیش ازدواج کرده بود. من نمیتونم به یکم شباهت چشم و ابروی تو به پسر فراریم اعتماد کنم. خودم میدونم برام هوش و حواسی نمونده. همین الان محمود رضا میگه من فقط گفتم رهی کمی شبیه حمید رضاست. عبدالرضا هم هی به هم میگه تا کی میخوای تو صورت بچه های مردم قیافه نیست شده پسرت رو ببینی. آنتی، پرتابی انکل آیا هم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. من چند دقیقه پیش شاپرکو فرستادم پیش تو. حالا که این بچه داره میره براش لیمونات میاری؟ شاپرک نه مجھے نگفت. عیب نداره، من نمیخورم. رهی بیا اینجا. ازت میخوام هر اتفاقی افتاد بازم به عمه سر بزنی. باشه؟ میره پیچه ها. بیا. نیچه جا که دروازه بند کر دینا. پس بگو در واقع طرف رو پیشکش کردی به دربار. دربار خریکیه تا رزمارا هست. شرح مفصلش بمونه برای بعد. برو تو. رهی، چی شد؟ یه دقیقه بایستو الان میام. نه، دیرم میشه.
از اومه اوزی تنزیده از دونه اوزی تنزیده میشه سجل که برای بازی کردن من برای بازی نمیخوام بابا لاغر شدن چیزی باید میده ازدواج خودتو بابا رهی جان مامان اینجور چیزا تو دست و بال اگه خدا نکرده یه وقت گم بشه یا پاره پوره بشه کار دست آدم میده بابا به هم گفتم 20 تا جمله با سند بسازم نمیخوام چیزی باشه بچه ها مسخرم کنن خب بنویس سند زمین خونه مغازه حتما باید سجل و عقنامه باشه اصلا بگو نمیخوام تو ببینیش چرا نخوام تو ببینیشون از آسمان برف میبارید از آسمان برف میبارید ننه سرما از راه رسید ننه سرما حواست کجاست؟ از راه رسید رنگاش همین هست ناقشه گفتی رنگ چی اینا؟ رنگ تابلوه به یکی دیگه از این بچه های زرنگ هم راکت بد نمیدونم چی دادن یه بازی مثل تنیس چه خواست خرجی هایی؟ اینا نباید ایرونی باشه دادن دیگه آخه همه تو مدرسه میدونم من نقاشم خوبه آخه اصلا از اون معلم شاپرستت بعید بود حتی به توی پاپکن بده چه برسه به اینا بابا اون فقط اسم شاگرد زرنگا رو به دفتر میده راستی بابا شما نمیدونین قیمت این چیزه که روشون تابلو میکشن چنده میدونم که وسایل نقاشی خیلی گرونه ولی شنیدم که رو چوبم نقاشی میکنن رو چوب برات میپرسم یه صفحه رنگ قاطی کردن و یه چیزی مثل روغنم بهم دادن که نمیدونم به چه دردم میخوره واسه الان میرم یارمش بی بشین نهارتو بخور امروز صبح قواله ازدواجمونو میخواست برای چی؟ نمیدونم گفت یه چیزایی میخواد از سند بدونه برای جمله سازیش به دلت بد نیار اگه بو برده بود اینجور واسه این روغن رنگی ها با دومش گردو نمیشکست بیبی رنگ روغن نکه نفهم بیدی من چی گفتم هی این سوادتو به روخ ما بکش بگو از خدا پیغمبر چی میدونی بیبی کوفته بخوریم بخوریم بخوری 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 اپولیانم
15 ans, tes cheveux portaient du ruban. Tu habitais tout près du Grand Palais. Les jeudis après-midi, on allait passer ma crie. Du 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 du. Assis près de toi, les jeudis après-midi, on allait passer ma crie. Bonjour, monsieur. Khaste nabashin. بانجور میسی ها بزنه بیم مزرمتون یه نشدن نه خواده تو اصلا بده خوبین خوشین خواده تو اصلا هر وقت میام کاراتون رو میبینم واقعا لذت میبرم استاد شوزت جانتی لطف شماست قهوه مینوشید نه زیاد وقتتون رو نمیگیرم فقط خواستم سه تا از بومای 100 در 70 رو ازتون بگیرم اوه دکا طبق معمول در حضور دیگران کار نمیکنید ها پرنسی به شغل اختزام میکنه ببین پردانم راحت باشید گفتی این 100 در از چه؟ 70 بودکو اجازه از مدلاتونو ببینم موسیو البته برای خرید ببخشید یکیش 180 شد خیلی مهم نیست دوستی راز داره رنگ چرک مود که شد یه مقدار قرمز اضافه کنی زنده میشه انکوخ تو چی میخوای جونه بر؟ اومدم بوم بخرم یادم افتاد گرون فروشی آن پرسن اومدی همچین بخو ندقره به چیزی نزدیک نشدی کشو؟ نه خیالتون راحت مرسی بیان کم وزید شانتی؟ خدا پس غبر بامیه 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 از به دزونه از به دلونه بامیه این دلون هر و تازه بامیه از به دلون باگه 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 بامیه دلون دستونی از میدونم چیگه رهی بیا بشین درست نهارتو بخور بهت میگم میره اون پایین یخ میزنی حالیت نیست؟ خود دوباره یه خرج دوا درمون بذاری رو دستمون انگار دارم با دیوار حرف میزنم جهنم چرا بستی؟ اومدم رهی اون تو داری چیکار میکنی تو؟ اومدم وایسین میذارم باد میزنه باز نشه کدوم باد؟ باد نه یه هوای سردی از تو قنات میاد
اینو بذار بقید دست سردت نشه. دست در نکن. این بوی چیه؟ یه خورده نفتیه تو زمین. بوی رنگی روغنم هست. تو اتاق نمیشه. کثیف کاری زیاد داره. خودت آتیش نزنی. چیکار داری میکنی؟ آفتاب گردونه؟ بد نیست؟ بد نیست؟ کدر در میاد. هر کاریشم میکنم مثل مال اون موسیقی براق نیست. ببخشید من فرصت نکردم برات پرسجو کنم، ولی فکر میکنم اول یه دست بعد از اون روغنه روی این چوبه بکشی، بعد بذاری خشک بشه، بعد یکی دو دست باز روغن بزنی بذاری خشک بشه، بعد نقاشی کنی، اونجوری براق میشه. کارتو کن رهی پسرم. من اونقدر بهت اعتماد دارم که مطمئنم تو اینجا کار ناشایستی نمی‌کنی. فقط مراقب رفتارت با مادرت باش. باشه؟ یعنی چی نمیشه؟ همین که گفتم دو سه بار کشیدم ولی نشد. چی دو سه بار؟ به همین زودی دو سه بار کشیدی نشد؟ ببین تو چطوری میخوای نقاشی خواهرتو به این زودی تمومش کنم؟ پس بگو اصلا نمیخوای تو بکشی؟ آره اصلا نمیخوام بکشم. هرچه میدونم تو این ارزوها نداری. به من چه؟ مامان بازار گفت بیا ازت بپرسن نقاشی چی شد. منم میرم بهش بگم نتونستی بکشی. برو بگو. میرم میگم هم با اونم به چپرک. اصلا به تو چه مربوط؟ به همه بگو تموم شی کردم خودم واسش میارم. مره خر مامان بهت نگفتی این سرما پیاده نری؟ به من چه؟ خودت بهش به این کلاس نداری بعدم دیر میایی دنبال من. مام سوادا اگه بهش نگفتم با این سر راهی را میری؟ چی میگردن اسمش همی؟ ها؟ پرسیدم دنبال چی داری میگردی؟ پرسیدم اینجا چیکار میکنی؟ میخوام ببینمش. ببینی که چی بشه؟ میخوام سجل نمو ببینم. نشنیدم چی گفتی؟ میخوام بزنم شما مامان که با هم ازدواج کردی. کی به تو حرفی زده؟ پرسیدم کی به تو حرفی زده؟ همه چیز باید دوباره بپرسم؟ جواد یواش بچه ها بیدار میشن. بر چی میخوای بدونی ما کی ازدواج کردیم؟ سجل تو برای چی میخوای؟ اگه من واقعا بذار شما بس چرا اونا رو تو لازم قایم کرد؟ چرا نمیذاریم ببینم ایشون؟ منم هم سن تو بودم فهم میکردم بچه پدر مادرم نیستم. تو فقط به من بگو کی بهت گفتی که بچه ما نیستی؟ سر تو بگی بالا. من نگاه کن رهی، کی گفته بچه ما نیستی؟ خونه جمالی برم و اینا همش دروغ بود؟ این کیه که نشسته زیر پات رهی؟
به من بگو رنگ روغنه رو اون بده. برم کن نکن اونجور بچه رو، لابا در همسایه کسی پرش کرده. جواد ولش کن. رهی بایستا کن. هی بابا و مامان گذاشتی تو دهنش تا یه روز حس قدرت بگیری تو ثبت و احوال آشنا پیدا کنی، اینم نتیجش. نکن مگه با تو نیستن؟ علیکه سلام. رهی اومده؟ نه هنوز. چی شده؟ چه از زود اومدی؟ رفتم مدرسه‌ش. رنگ و قلم ها رو کس دیگه بهش داده. من میدونم داریم جای غلطی میکنم. بکش دو دوباره برات بشکنم که بفهمی زحمت دیگران رو به باد دادن چه مزه‌ای داره. رهی تو کی رفتی خونه اون پیرسک؟ خونه کی رفته؟ اون عکس کیه؟ جواد کجا میری؟ رهی اون عکس کیه؟ خانم با کش کنیم مشواقر بله. بودو برو بگو ناصر خان بیاد. نیستش خونه؟ معلومه که نیست. خیلی خوب، پس به شوهرت بگو چون اقدس خونه نبود از فردا سر کلاس دماری از طوله تو و اون در بیارن که صد تا بلایی که سر پسر من در آوردین از قبلش در بیاد. برو بگو. آهای پسر اردکانی جوال فروش، میبینم روغن رو آتیش شدی، حالا فهمیدی آدم چه ساده میتونه آینده پاره تن این و اونو به فوتی خرابش کنه؟ بعد هر جا رسید خب پیشو بیاد. کفتار، تو از کدوم پاره تنت داری حرف میزنی؟ تو اگه یه ذره شرف برات باقی مونده بود بچه ای رو که فر و عزبه تشخیص نمیده و لندهور لشی که لنگه خودتون صبح تا شب دنبال ناموس این و اونه یکی نمیکردی در به در پدر مادرم که بکنیش. خانم بذار جوابشو بدم. تو دخالت نکن. ببینم جلز ولز تموم شد. من اصلا قصدی جز دیدن اون پسر که محمود رضا میگفت شبیه حمید رضامه نداشتم. اون خودش میخواست بفهمه چرا میخوام ببینمش.
ولی چون من میدونستم امروز میای اینجا برای فحش دادن محض دلخونکی، حرف آخرمو اول میزنم. اگه هاپ هاپ تو کردی راتو بگیر برو. اما یادت باشه من کاری با اون بچه کردم که اراده کنم من پیرزن بی دست و پا رو به تو پاچه بگیر فلاکت زده ترجیح میده. دفعه آخرت باشه سنگ جلو پای امیر من میندازی. بار عام تموم شد، میتونی بری. نه هنوز چی تموم نشده. از فردای منم که بچهای مردم کنجکاو میکنم. تو این کارو بکن من میدم عبدالرضا پدرتو در بیاره. دیوونه ی عقده ای. دیگه جرأتشو نداره. بیا بریم. خوبه اسم خودشم گذاشته معلم. مرتیکه بیچاک و دهن.